خب بیایید با هم امروز بریم یه جای گردشگری استرالیا رو بهتون نشون بدم. این ساختمون به این هیبت و بزرگی رو که میبینین گالری ملی ویکتوریا هستش. این آبنمای ورودی رفتم ببینم کیک یا واقعیه، دیدم نه، مثل اینکه واقعیه. خب حالا دیگه بریم داخل ساختمون رو بهتون نشون بدم. الان اینجا که منو داری تو تصویر میبینید، باید این کیف بزرگی که داشتم و تحویل بهشون میدادم، بعدش هم بهم یه کارت دادن که موقع برگشت دوباره همین کیف رو ازشون تحویل بگیرم. اولش بگم که این گالری برای آثار هنرهای تجسمی و خاص هستش که فقط مربوط به استرالیا نیست. اینجا یه اتاق سفید رنگ بود که فقط یه موز چسبونده بودن که آخرش هم نفهمیدم خیلی چیه این. فقط میدونم نماد بود که حالا جلوتر چیزای بیشتری در موردش میبینیم. اینجا هم با تصاویر دیجیتال مفهومی روبرو شدیم که هنرمندا از طریق انیمیشن برداشت خودشون از اجتماع به تصویر کشیده بودن. خب موضوعاتی که خیلی اینجا تو این استرالیا براشون مهمه طبیعت و حفظ محیط زیسته. همینجور که تو تصویر میبینید اکثر انیمیشن ها توشون دار و درخت و کوه وجود داره. این قسمت برای هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند هنرمنده. جالب، این ربات جوری به آدم نگاه میکنه که انگار ما برای اون موجود ناشناخته ای هستیم. خب الان اینجا را که دقت کنید میبینید داره از طریق شارژ تغذیه میشه. این ربات جوری طراحی شده که میتونه این لامپی که خاموشه رو روشن کنه. الان این دکمه رو میزن و خب دیدید این لامپ روشن شده. خب حالا بریم سالن بعدی که مربوط به بچه هاست. این سالن برای بازی و نقاشی و سرگرمی بچه ها درست شده که از همین کودکی فضاهای هنری که اصولاً برای بزرگ سالان خسته کننده هست برای اونا جذاب و جالب بشه تا بزرگ شدن دنیای هنر براشون خسته کننده نباشه. یه سری بازی‌های جالب با فضای خاص براشون طراحی کردن که لذت بخشتر بشه. مثلا یه سری وسیله مثل ماهی و خرچنگ که نقاشی شدن رو پیدا کنن و داخل اون سطلی که دست اون دختر بچه بود دیدید و بندازن و به اصطلاح مسابقه بدن. این فضا هم که میبینید برای نقاشی کردنشون درست شده. یه رستوران کوچیک هم داشت که خب من خیلی فیلم ازش نگرفتم. خب میریم طبقه بعد که مربوط به یه سری هنرهای دستی مفهومی است که توسط این خانوم که توی اون تصویر کوچیک میبینید درست شده که خب من اجازه فیلم برداری از خیلی جاهاشو نداشتم و به جاش چند تا عکس براتون گذاشتم که ببینید. فضای بعد که مشاهده میکنید مربوط به ترکیب طراحی لباسهای قدیم و جدید بود که خب راستشو بخواید خیلی هم باحال بود و همه این طراحی‌های قشنگ و جالبی که می‌بینید توسط ایشون تهیه شده. اینجا یه فضای سه‌بعدی بود با عنوان عشق گم شده در باغ که جذابیتش رو واقعاً توی فیلم نمی‌شد نشون داد. نقاشی‌هایی هم که دارید می‌بینید دوباره ایده‌های هنرمندان از دنیای امروزه، البته دیگه در قالب نقاشی، نه مثل اون قبلی‌ها که دیجیتال بودن. با یه سالن بزرگ نمایش بی کلام و خالی مواجه شدیم که انصافا نفهمیدم چه مفهومی داره. اگه کسی متوجه مفهوم این داستان شد توی کامنت ها برامون بنویسه. بعد وارد یه سالن شدیم که پر از تلویزیون و فیلم های قدیمی بود. اینجا دارم یه فیلمی رو بهتون نشون میدم. ببینم میدونید اسم این فیلم چیه؟ خب جذاب ترین بخش این گالری البته از نظر منو که هر کس میتونست یه جمله در مورد مادر بنویسه که برامون کاغذ و مداد و چسب گذاشته بودن. البته اینم بگم همه راجع به مادر ننوشته بودن،
اما جذابیتش میدونی چی بود؟ اینکه به کلی زبان دنیا اینجا نامه بود. راستی چند تا هم فارسی دیدیم که کلی هم سر ذوق اومدیم. آقا اون موزه یادت نور دیوار چسبیده بود؟ مثل اینکه نماد خاصیه که براش کلی هم اینجا محصول تولید کرده بودن و همینطور میفروختنشون، مثل بشقاب و تیشرت و کیف و از اینجور چیزا. خیلی جاهارم هم که نمیتونستم فیلم بگیرم براتون عکس گذاشتم، مثل اتاق حرفهای نگفته و آثار هنرهای دستی. اینجا هم که کلی خندیدیم، مثل اینکه مکدونالد از زبان چین باستانم بوده. راستی لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید که کلی برای ما ارزش داره.